See you too. And I raise you 20. What? I see you're 20. Raise you 25. سلام به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی و پر انرژی باشید. من فاطمه خمسه هستم و توی این کانال اصطلاحات و فریزال ورب های سریال فرندز را آموزش میدم. اپیزود 18 فصل اول سریال هستیم. توی قسمت قبلی یه سری راجع به پوکر اصطلاحات پوکر صحبت کردم. حالا توی این قسمت بازم بریم ادامش، یه سری اصطلاحات تخصصی ترش رو اینجا یاد میگیریم. I will see you and I'll raise you. What do you say? Want to waste another buck? No, not this time. I will see you and I'll raise you. I'll see you and I'll raise you. این یعنی این که اون شرطی رو که تو گذاشتی من قبول میکنم و پرداخت میکنم و مبلغ شرط رو بالا میبرم. I'll see you. اون شرطی رو که گذاشتی پرداخت میکنم. I'll raise you. مبلغش رو میبرم بالاتر. مثلا جای دیگه راست میگه که I see your 20, raise you 25. من 20 دلاری که داری شرط می‌بندی رو پرداخت می‌کنم و 25 دلار مبلغ شرط رو بالا می‌برم. All right, Cincinnati. No blinds, everybody in. Yes. Or no. No blinds. اول باید ببینیم که پوکر بلاینز به چه معنیه. شما وقتی که میخوای بازی پوکر رو شروع بکنی یه شرط بندی اولیه داره، یعنی شما اول بازی یه مبلغ رو تعیین میکنن، اول بعد اونو پرداخت بکنی تا بتونی اصلا کلا بازی رو شروع بکنی. حالا این مبلغ هر چقدر هم میتونه باشه، از 10 دلار باشه، چه بدونم 10000 دلار باشه، هر مبلغی میتونه باشه. حالا این چیپ ها هم هر کدوم یه عددی روشونه، یعنی هر کدوم یه مبلغی دارن و حالا با اون مبلغی که تعیین میکنن بازی شروع میشه. نو بلاینز فکر میکنم میشه یعنی با کمترین مبلغ اون چیپ بازی رو شروع میکنه، حالا هر چقدر مبلغ پایینتر هر عددی هستش، و در نهایت هم شما هر چقدر که چیپ جمع کردی اون چیپ هر چقدر شد اون مقداریه که بردی و باید پول بهت پرداخت بشه دیگه. Alright, Cincinnati. No blinds, everybody in. Yes. Or no. Everybody anti یعنی اون مبلغ اولی، اون شرطی که بازی داره شروع میشه همه پرداخت بکنن. کلن anti یعنی این که اون چیپتو سهمتو پرداخت بکنی، یعنی همون اول بازی که یه بار مانیکا میگه یه بارم ریچل میگه everybody anti، یعنی که همه اون چیپتون سهم خودتون رو پرداخت بکنی تا بازی رو شروع بکنی. Jacks are better. Nothing wild, everybody anti. Look, Rage, we don't have to do this. Yes, we do. Jacks or better. ظاهراً یه مدل بازی پوکر ویدیوییه که توی کازینوها خیلی انجام میشه و اینجوریه که بازیکن باید حداقل یه جفت کارت سرباز، ورق سرباز یا بالاتر مثل شاه یا بی بی داشته باشه تا اصلا بتونه برنده بشه. یعنی شما اگه تو دستت دو تا سرباز، حداقل یه جفت سرباز یا بالاتر نداشته باشی، اصلا تو بازی برنده نمیشی و پولی بهت پرداخت نمیشه. Jacks are better. Nothing wild, everybody anti. Look, Rage, we don't have to do this. Yes, we do. Nothing wild. اصلا باید اول ببینیم که wild card توی پوکر به چه معنیه. توی بازی‌های پوکر همونجور که گفتم تنوع خیلی زیادی داره. یه سری کارت ها توی بعضی از بازی ها مشخص میشن که میتونن جایگزین کارت های دیگه بشن. حالا توی بعضی از مدل های بازی پوکر مشخصه که چه کارتی میتونه جایگزین کارت های دیگه بشه. توی بعضی بازی های دیگه هم همون اول همه شرکت کننده ها بازی کنها توافق میکنن روی یه کارتی که وایلد کارت بشه و وقتی که اون دسته اون دسته یه نفر باشه میتونه اون رو با هر کارت دیگه روی میز عوض بکنه هرچی که خودش دلش بخواد. پس وقتی که میگه nothing wild یعنی که هیچ کارتی این امتیاز رو نداره، این قدرت رو نداره که جایگزین کارتای دیگه بشه. Alright, check. Check. I'm in for 50 cents. Call. I'm in. بازی شروع میشه، مانیکا میگه چک، جویی هم میگه چک، یعنی شرط نمیبنده و رد میکنه، پاس میده به نفر بغلی.
بازی که شروع میشه دستت رو نگاه میکنی، اگه دستت خوب بود که حالا یه مبلغی میذاری، اگر هم نه وقتی که میبینی حالا مطمئن نیستی میخوای ببینی بقیه چی میگن، میگی چک، در واقع پاس میدی به نفر بعدی، نفر بغلی، که ببینی اونا چی کار میکنن. حالا شما زمانی میتونی چک بکنی که نفر قبلی ریز یا کال اینا نکرده باشه، یعنی اگر که مونیکا ریز کرده بود یا کال کرده بود جوی نمیتونست بگه چک. بعدش هم که راست میگه I'm in for 50 cents، بعدش دیگه میبینی چندلر میگه کال، نمیتونه بگه چک. Alright, check. Check. I'm in for 50 cents. Call. I'm in. خود این کال به چه معنیه؟ یعنی که شرطت قبوله اون چیپ رو پرداخت میکنی. اینجا هم چندلر وقتی که میگه کال اون چیپ رو میندازه روی میز. بعدش هم فیبی همین کار رو میکنه. وقتی هم که دیگه نمیخوای بازی کنی، در واقع از بازی میخوای بکشی کنار، از کلمه fold استفاده میکنی. مثل راست که میگه I fold، یعنی از بازی میکشه کنار، نه بازنده است نه برنده است، میکشه کنار دیگه بازی نمیکنه. وقتی هم که میخوای fold بکنی بعد کارتاتو پشت رو برعکس بذاری روی میز، فیس داون میذاریش روی میز، مثل همین حالتی که راست کارتاشو همجور فیس داون میذاره رو میز و بلند میشه. لوزر. نمیدونم تا حالا پوکر بازی کردید نکردید، اصلا این بازی رو دوست دارید یا ندارید، ولی ظاهرا خیلی بازی پیچیده‌ای و خیلی تنوع زیاد داره دیگه. حالا الان خوبی این بخش این بود که ما یه سری اصطلاحات و چیزایی که مربوط به انگلیسی، یعنی اصطلاحات انگلیسی این بازی رو یاد گرفتیم. بالاخره اگه بریم خارج از کشور میتونیم استفاده بکنیم دیگه. ممنونم از همراهیتون، فعلا خدا نگهدار.